سرخط خبرها. اعلام شرایط وام اجاره مسکن در ایران، خانواده های 5 نفره و حقوق بگیر ثابت در اولویت هستند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ روایت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از ابتلا به کرونا در زندان، میگوید با سرم و آمپول سرپایم کردند تا فیلم بگیرند. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به عملکرد دولت نتانیاهو در کنترل کرونا، پارلمان اسرائیل برای مقابله با شیوع ویروس اختیارات ویژه به نخست وزیر داد. و پایان حسرت 30 ساله طرفداران لیورپول، جام در میان جشن‌های خیابانی و استادیوم خالی به قهرمان رسید. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در ایران شرایط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام شد. از جمله مستاجران باید صاحب ملک نباشند، وام مسکن نگرفته باشند، در 15 سال گذشته ملک معامله نکرده باشند و در شهر مورد نظر دست کم 5 سال سابقه سکونت داشته باشند. سود این وام 13% است. مستاجران باید هر ماه سود این تسهیلات را بپردازند و اصل وام را آخر سال به بانک برگردانند. خانواده های 5 نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولی ها و کسانی که امسال ازدواج کردند، همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت هستند. شیدا هوشمندی از جزئیات و ابهامات این طرح گزارش می‌دهد. وام ودیعه، اجاره و رهن، آنچه دولت کمک به تأمین هزینه مسکن مردم عنوان می‌کند. دولت تصمیم گرفته که برای اونهایی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین برای خانواده هایی که تحت حمایت هستند، حالا یا توسط کمیته امداد یا بهزیستی، این خانواده ها 50 میلیون تومان در تهران بتونن از بانک پول بگیرن. در شهرهای بزرگ این 50 میلیون تومان میشه 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچکتر 15 میلیون تومان. دولت هنوز زمان دقیق اجرای این طرح و چگونگی تامین منابع آن را اعلام نکرده. این نظر یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی است. سلام، اسم این کار دولت رو وام نمیشه گذاشت. مستاجر رنگ پول رو نمیبینه. پول بین بانک و صابخونه ته یک سال قرارداد معتبر رد و بدل میشه و مستاجر بدبخت به غیر از اجارهش 12 ماه سود پول رو به بانک پس میده. سال بعد دوباره بدون پول میشه. با اطلاعاتی که تا حالا اعلام شده، به نظر می رسد این طرح دست کم به 3 گروه از مردم هیچ کمکی نمی کند. دسته اول، شاغلانی که بیمه و فیش حقوقی ثابت و مشخصی ندارند. دسته دوم، افراد شاغلی که توان پرداخت مبلغ اجاره و ودیعه را ندارند. دسته سوم، شاغلان فصلی مانند دستفروشان که شرایط برخورداری از این وام را ندارند. به این ترتیب، دهک‌های پایین درآمدی که اکثریت جمعیت اجاره نشین کشور را شامل می شود و فشار تورم بر آنها بیشتر است، عمدتاً نمی توانند از این وام بهره‌ای ببرند. این در حالی است که نرخ تورم به روایت مرکز آمار ایران در نخستین ماه سال رکورد نرخ تورم ماهانه در 21 ماه گذشته را شکانده و به 6.4% رسیده. افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در 2 گروه خوراکی ها و نرخ اجاره بالاترین بوده. خوراکی بیش از 6.5% و اجاره بالای 7%. نرخ تورم سالانه هم که با تأخیر نسبت به تورم ماهانه به روز می شود، در ماه گذشته به بالای 26% رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال به دست کم 30% برسد. 2 گروه خوراک و مسکن در دهک‌های کم درآمد سهم مهمتری از سبد هزینه‌ها دارند. همزمان با فرض آنکه کم درآمدها بتوانند وام ودیعه اجاره و رهن را دریافت کنند، بعید به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی بازار اجاره شهر تهران این رقم کمک مؤثری به ودیعه مستاجران کند. پیش از این نرخ سود این نوع تسهیلات 18% پیش بینی شده بود که حالا به 13% کاهش یافته.
مشخص نیست دولت از کدام منابع ما به تفاوت نرخ سود 13 تا 18 درصد را تامین می‌کند. دولت می‌گوید حتی از منابع کرونا هم برای این طرح استفاده کرده. این پاسخ محمود محمودزاده معاون وزیر مسکن به این پرسش که بیشتر به ابهام‌ها اضافه می‌کند. ما الان در سال عددهای برگشتی از اقساط مسکن مهر که در حقیقت از خط اعتباری قبل هست سالانه هلوش 5000 میلیارد تومان. خب اونا مگه مثلا تو همین بحث وامی که به زوجها میدادید صندوق یکم بود اسمش، نه اون مگه استفاده نمیشه؟ اون تا سال 1401 تعهد داره و بعد از اون آزاد. آمار رسمی و موضع دولت افزایش شدید هزینه مسکن را تایید می‌کند و راه حل دولت کمک مالی است. این راه حل می‌تواند نشانه آن باشد که دولت دست کم در میان مدت راهکاری برای بهبود بازار اجاره ندارد و با کمک‌های مالی می‌خواهد مسئله مسکن را با مسکن حل کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. از وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به کرونا مبتلا شده جزئیات تازه‌ای منتشر شده. انتشار تصاویر معاینه پزشکی و از تلویزیون ایران هم انتقادات زیادی برانگیخته. خانم محمدی با انتشار یک یادداشت آن چرا که بر او گذشته شرح می‌دهد و می‌گوید بعد از ویزیت پزشک متوجه شده که هدف آنها فیلم گرفتن از معاینه او بوده. نرگس محمدی گفته با سرم و آمپول سرپایش کردن تا از او فیلم بگیرند. گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی و از او درباره جزئیات نامه او پرسیدم. هرچی خانواده نجابت نشان میده طرف مقابل انگار نانجیبی نشان میده. ما از آغاز مبتلا شدن نرگس به کرونا گفتیم مشکوک، بعد قطعی شد که برای ما کرونا است. ولی اینا فقط تکسیب آوردن به اون دوربین مخفی مسخره و اون حالت بسیار بد. ببینید من به عنوان کسی که سالها زندان کشیدم وقتی که این چیزا رو میخوانم یاد مرگ گلیا آبکناری سال 66 افتادم که تو خاطرات خواهر من در مورد نوع مرگ اون و نرسیدن به وضعش هست. ببینید خانواده ها چی میکشن؟ هر شهر استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی است. 30 تا ورودی زندانی داشته این زندان، یا چند تا خب یه کرونا گرفتن، زندان مبتلا به کرونا شده، تکسیب کردن به جای رسیدگی. بعد اون فیلم دوربین مخفی، بعد امروز دیروز ادعای رئیس سازمان زندان ها اون میتواند با بچه‌های خودش تلفنی صحبت میکنه. بهترین امکانات وجود دارد در زندان. ببینید خودش هم میگن 4 برابر ظرفیت زندان ها ما جمعیت داریم. چجوری میشه در زندان شهرستان امکانات وجود داشته؟ نرگس میگه از گوش خوردن محرومیم. یه چیزی هم هست که زندانیانی هستن اصلا حق خودشان نمیدونن، اصلا نمیدونن به اصطلاح حقوقی دارن. با این زندانیا رو میشه دستمایه کرد. حالا یکی رفته یه سری موازی در این زندان میگیره، سعی میکنن که اینو رو انواع اقسام از نظر خودشان لوس کنن و لشکر فیکا رو بفرستن به یه خانواده و به خیلی از خانواده. نرگس یک نمونه است، توهین کنن، بگن دروغ میگید شما همیشه دروغ گفتن. این واقعیت خود چه نشان میده و این حساسیت جامعه رو باید برانگیزه که این حساسیت بتواند یک موجی بشه که رفتار این آقایان عقب بزنه. شرایطی رو که خانم محمدی در این نامه اشاره کردن بهش بسیار تلخ است، بسیار تاریک است و ایشون به نوعی انگار که خیلی ناامید هستن. چقدر فکر میکنید که واقعا چه چیزی میتونه در این شرایط به ایشون کمک کنه؟ شما از موج صحبت میکنید ولی تا وقتی که این موج به راه بیفته ممکنه که دیر باشه برای کسانی مثل ایشون. ببینید زندان جمهوری اسلامی دو تا روش داره. زندانی مثلا الان بعض آقای نوریزاد واقعا با آقای نوریزاد دارن مقاومت میکنن، یعنی زندانی دو کار میکنن، یا افسردش میکنن یا به اصطلاح معروف عصبانیش میکنن. زندانی باید سعی کنه خلاصه باید در عین مقاومت در عین موجودگی خودشو حفظ کنه. من اعتقاد دارم نرگس حفظ خواهد کرد خودشه، چون باورهایی داره مطابق اون باوراش وایمیسته و من آرزو دارم برای همه. ولی جامعه باید بدانه نوبت خودشان هم میرسه، یکی یکی اینا همه رو در جاهای مختلف روش اینا و روش آقای خامنه‌ای میرسیده که دیگه در مقابل ملت موشک داره، در مقابل ملت سلاح داره، در مقابل ملت قدرت داره. یه ملت با یک فاصله پذیرفته میشن. اینه باید جامعه متوجه بشه. حالا یا
به هر شکلهای مختلفی باید نشان بده، نه فقط نرگس. نرگس یک خیلی ها مثل نرگس تحت فشارن و خیلی ها حتی گمنامن، صداشون هم به جایی نمیرسه، ولی این درد مشترکه. قوه قضاییه که به سلام معروف نمیتونه با فساد مقابله کنه و وقت ادعا داره این در حالت عادی آقایان که حرف میزنن میگن زندان های ما چهار برابر ظرفیت زندانی داره. خب اون موقع میشه بهترین امکانات به زندانی داد؟ این سراسر دروغ. آقا یکی از خانم ها در همون مواجهه با رئیس زندان یه جمله میگه، میگه شما چرا جای انکار نگفتید اینا کرونا گرفتن، ما داریم بهبود چا میدیم. بله. ببینید یک زندانی معمولی که به مواد مخدر معتاد میده و محکومه، اینه به رئیس زندان میگه، رئیس زندان زنجا میگه این به ما مربوطی نیست. از تهران قوه قضاییه دستور داده که این فیلم دوربین مخفی عمل کنه. گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. یک نماینده مجلس ایران میگوید حادثه اخیر در تاسیسات هسته‌ای نطنز خرابکاری بوده و بر اثر رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی اتفاق افتاده. جواد کریمی قدوسی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، بعد از بازدید از محل انفجار احتمال پرواز و برخورد شی از بیرون و همچنین جاسازی بمب در آنجا را رد کرد. هنوز گزارشی رسمی از علت و عامل انفجار سه هفته پیش در یک ساختمان مونتاژ و تنظیم سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ارائه نشده، ولی گزارش‌های غیر رسمی احتمال دست داشتن اسرائیل در این حادثه را مطرح کردند. گفتگویی داشتم با مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، و از او پرسیدم رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به چه معناست. وقتی صحبت از این گونه نفوذ ها میشه، معناش این هستش که عوامل زیربط که باید کنترل میکردن بر گزینش و پذیرش در وهله اول، یعنی حفاظت و حراست مناطق دولتی یا مراکز ویژه، از این کار کوتاهی کردن و یک عامل تونسته با، یعنی سابقهش به بازرسی نشده، تحقیقات کامل راجع بهش صورت نگرفته، یا تونسته سابقه خودش رو کاملا بپوشونه با یک داستان پوششی. بنابراین اینجا منظور به این اشاره هستش. و از طرف دیگر یک جنبه دیگر هم داره، این هستش که کارمندان و کسانی که در مراکز ویژه کار میکنن باید تحت نظر ویژه باشن، هم خانوادهشون، خصوصا تو مراحلی که میطلبه که حفاظت ویژه باشه، یعنی پروژه های فوق سری. تو این منطقه، تو این مرحله هم به نظر من کوتاهی شده، چیزی که اشاره داره به این دو مرحله است، مرحله گزینش و مرحله عمل و کنترل این نیروها احتمالاً کوتاهی صورت گرفت و این اشاره هم به همین هستش. این صحبت‌هایی که آقای قدوسی نماینده مجلس کرده چقدر ارتباط داره با اون اطلاعاتی که گروه موسوم به یوز پلنگان وطن منتشر کرده بود؟ ببینید، چیزی که تو وهله اول به نظر من رسید این بود که این قضیه یه قضیه سازمانیافته نمیتونه باشه و اون چیزی هم که اعلام شده یه آدرس اشتباهی هستش برای اینکه یه وقتی خریده بشه، یا احتمالاً عاملی که این کار رو انجام داده از چیز خارج بشه، یا بتونن ارتباطات پشت این قضیه رو یک جوری بپوشونن که بقیه عناصر دستگیر نشن. در هر صورت به نظر میرسه که این چیزی هم که سیستم‌های امنیتی ایران میگن این رو تایید میکنه، مبنی بر این که ما قضیه رو پیدا کردیم نمیتونیم اعلام کنیم. این میتونه مؤید این قضیه باشه که طرف شناسایی شده ولی یا در حال حاضر در داخل ایران دستگیر نشده، یا این که دارن اطلاعاتش رو تخلیه میکنن، یا هم این که منتظر هستن روابط این رو با سایر شبکهش پیدا بکنن. این به نظر میرسه در هر صورت کلی. مهدی طلعتی، کارشناس مسائل وقتی صحبت از این گونه نفوذ ها میشه، معناش این هستش که خب معذرت میخوام به خاطر اشکال تکنیکی که در بازپخش این گزارش داشتیم. گفتگوی بود با مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی از سنت کالن سوئیس. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دولت ایران شرایط دریافت وام اجاره مسکن را اعلام کرد. خانواده های 5 نفره و حقوق بگیران ثابت در اولویت هستند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، درباره ابتلای خود و دیگر زندانیان به کرونا در زندان زنجان یادداشتی منتشر کرده. او گفته با سرم و آمپول سر پایش کردند تا از او فیلم بگیرند. در ادامه برنامه، دردسرهای ماسک زدن برای مردان ریش بلند، یک طراح به فکر چاره افتاد.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا که قرار است 3 هفته دیگر در نشست این حزب به تصویب برسد منتشر شده. در بخش سیاست خارجی آن بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران یکی از برنامه‌های حزب در صورت پیروزی اعلام شده. جو بایدن نامزد این حزب بیش از این همه هم وعده احیای برجام را داده بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 13 آبان حدود 3 ماه دیگر برگزار می‌شود. در گفتگویی با بهمن کلباسی از نیویورک پرسیدم در سند حزب دموکرات به چه موارد دیگری در مورد ایران اشاره شده. حزب دموکرات باید بنا رو دیپلماسی و گفتگو بذاره در مورد چیزهایی که با ایران اختلاف داره و در مورد دستاوردهای دیپلماتیکی که وجود داشته مثل برجام هم باید از اونها هم محافظت بکنه، احیاش بکنه، بهش برگرده و همچنین در مورد به اصطلاح نگرانی‌های دیگری هم که در مورد برنامه هسته ایران وجود داره باید از طریق همون برجام و گفتگو برای تمدید مثلا محدودیت‌ها صحبت بشه، نه در خارج از اون و با فشار. در نتیجه یک تفاوت آشکاری داره با سیاست فعلی دولت آمریکا این چیزی که در سند حزب دموکرات آمده و البته وعده‌هایی که خود آقای بایدن داده. معمولاً این اسناد بیشتر نشان دهنده فضای حزب هست، البته وعده ای است به رای دهندگان که این کارهایی است که ما خواهیم کرد اگر به قدرت برسیم. الزاماً به این معنا نیست که هر رئیس جمهوری از اون حزب اگر پیروز بشه کلمه به کلمه اون رو اجرا بکنه، ولی نشان از اون چیزی میده که در واقع اعضای حزب فکر میکنن اولویت سیاست خارجه است. بهمن کلباسی بود در نیویورک. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات در اسرائیل، دولت این کشور یک نفر را به عنوان مسئول مستقیم هماهنگی و مهار کرونا تعیین کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با انتقادهای گسترده درباره چگونگی برخوردش با کرونا روبرو شده. اسرائیل به رغم موفقیت اولیه در کنترل کرونا با هماهنگی فزاینده‌ای روبرو شده و تعداد مبتلایان از مرز روزانه 2000 نفر فراتر رفته. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. بنیامین نتانیاهو دیروز به کنست یا پارلمان اسرائیل رفت تا درباره مهار بحران کرونا صحبت کند. نخست وزیر اسرائیل پذیرفت که در تصمیم گیری برای کاهش محدودیت ها عجله کرده. اما در نهایت در همین جلسه قانونی تصویب شد که اختیارات دولت را برای مهار کرونا افزایش می‌دهد. آن هم دولتی که رئیسش به اتهام فساد در حال محاکمه است و مخالفانش خواستار نظارت شدیدتر پارلمان بر تصمیماتش هستند. نخستین تصمیم آقای نتانیاهو بعد از این مصوبه تعیین یکی از مقام‌های سابق وزارت بهداشت به عنوان مسئول هماهنگی مهار کرونا بود. تصمیمی که در فاصله 2 روز بعد از این تظاهرات در برابر پارلمان اسرائیل گرفته شد. معترضان می‌گویند که نتانیاهو در مهار کرونا شکست خورده و باید استعفا کند. و البته تلاششان برای یک تحسن خیابانی دنباله‌دار تا استعفای نخست وزیر در سه‌شنبه شب از سوی پلیس تحمل نشد و حتی تعدادی دستگیر شدند. اعتراض‌ها در روز چهارشنبه هم ادامه داشت. بعدی تلاش کردند راه ورود نمایندگان به پارلمان را مسدود کنند. اسرائیل که در موج نخست همه‌گیری در مهار کرونا موفق به نظر می‌رسید، حدود 20 روز اخیر با تعداد مبتلایان بالای 1000 نفر در روز روبرو بوده. سرانجام رکورد روزی 2000 نفر هم دیروز شکسته شد و تعداد مبتلایان در این کشور را به بالای 56000 نفر رساند. 433 نفر هم تا امروز به علت ابتلا به کرونا جان باختند. در کرانه غربی هم فلسطینی‌ها وضعیت بهتری ندارند. آنها به تصمیمات تشکیلات خودگردان معترضند. محدودیت سختگیرانه بدون حمایت دولتی. من به شدت مقروضم و حتی نمیتونم نیازهای اولیه خانواده‌ام رو تأمین کنم. در عوض ساکنان غزه ظاهراً به شکلی استثنایی در موقعیتی بهتر نسبت به فلسطینی‌های کرانه غربی قرار گرفتند. برخلاف کرانه غربی که نزدیک به 8000 نفر مبتلا به کرونا ثبت شده و 58 نفر جان باختند، آمار کرونا در غزه به شکل قابل توجهی کمتر است. 75 مبتلا و 1 مورد منجر به مرگ. آنچه که موجب شده تا این چنین زندگی عادی در غزه جریان داشته باشد این است که همه این موارد کرونا در قرنطینه شناسایی شدند. قرنطینه برای هر کس که وارد غزه شود به مدت 21 روز اجباری است.
با این حال همچنان سازمان بهداشت جهانی نگران وقوع فاجعه‌ای بزرگ در غزه است. با توجه به نبود محدودیت در میان مردم، اگر ویروس به جمعیت برسه ظرف 24 ساعت هزاران نفر مبتلا خواهند شد. اما ظاهراً محاصره تام و تمام غزه که اقتصاد این منطقه را فلج کرده دست کم تا امروز یک فایده داشته که آن هم جلوگیری از همه‌گیری کرونا است به شکلی استثنایی. کیوان حسینی، بی بی سی. حمله هوایی دیروز ارتش افغانستان به گرد همایی گروه طالبان در هرات که منجر به کشته شدن عده غیر نظامی شد، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، این حمله را محکوم کرده و خواستار بررسی آن شده. همزمان مقام‌های امنیتی در ننگرهار از کشته شدن 31 عضو گروه طالبان و 13 پاکستانی در یک حمله هوایی خبر دادند. از نسرین نبا، خبرنگارمون در کابل، درباره واکنش‌ها به این حمله پرسیدند. این حمله باعث شده که تلفات غیر نظامی ها رو در پی داشته باشه، باعث واکنش های زیادی شده، از جمله کمیسیون حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده، همینطور شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله هم اعلامیه منتشر کرده و اعلام کردن که هر دو طرف باید در جنگ ها و خشونت رو کاهش بدن و باید متوجه و مراقب جان و مال مردم هم باشن. در کنار زلمه خلیلزاد هم گفته که گروه‌های بیشتر هیچ کمکی به پیشرفت مذاکرات بین دو طرف نمی‌کنه و مردم توقع دارن که هر چه زودتر هر دو طرف به پای میز مذاکره بشن و مشکلات رو حل بکنن. بر علاوه این، یوناما هم واکنشی داشته در مورد حمله دیروز، گفته حالا وقتی هست که هر دو طرف خشونت‌ها رو کاهش بدن، در روزهای عید جنگ را متوقف بکنن و هر چه زودتر به مذاکره بپردازن. کلاً هنوز هم اطلاعات دقیق در مورد آمار تلفات در دست نیست. ولسوال ادرسکن در هرات گفته که تا حالا 8 کشته و 17 زخمی به مرکز ولسوالی رسیده که شامل طالبان، حامیان طالبان و حتی غیر نظامیان بوده. نسرین نوابود در کابل. در و یک خبر کوتاه از ایران، وزارت خارجه ایران میگوید در ماه‌های اخیر حملات سایبری گسترده‌ای از خارج علیه اهدافی در داخل کشور صورت گرفت، اما آتش‌سوزی‌ها ربطی به این موضوع نداشته. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته این حملات سایبری به اهداف اصلیشان نرسیدند و ابعاد حملات بیانگر این است که مهاجمان از پشتیبانی دولتی برخوردار بودند. وقوع رشته انفجارها و آتش‌سوزی‌های اخیر از جمله در تأسیسات هسته‌ای نطنز به گمان زنی در برای احتمال حملات سایبری دامن زده است. در پایان یک شب فراموش نشدنی داخل زمین فوتبال و بیرون استادیوم، بعد از 4 هفته انتظار، سرانجام جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلیس به تیم لیورپول تقدیم شد. جام قهرمانی بالاترین دسته لیگ فوتبال انگلستان که بعد از حسرت 30 ساله دوباره به این تیم پرطرفدار شمال کشور رسید. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. بندر لیورپول آماده بود. هواداران نیمه قرمز شهر قرار بود جامی که سالهای سال از دستشان دور مانده بود را دوباره بگیرند. استقبال از تیمی بی نظیر که سرانجام بعد از قهرمانی جهان و اروپا قهرمان کشور شد. مراسم قهرمانی در پایان آخرین مسابقه خانگی این فصل مقابل حریفی سمج و با انگیزه، یعنی چلسی. فصلی که بیشتر از هر چیزی به خاطر ویروس کرونا، وقفه مسابقه ها و استادیوم های بدون تماشاچی در یادها خواهد ماند. پلیس و بازیکنان لیورپول از هواداران محلی خواستند تا بیرون استادیوم آنفیلد جمع نشوند. اما انتظار 30 ساله برای قهرمانی انگلیس باعث شد تا خیلی ها خطر کرونا را به جان بخرند. این وضعیت خیابان‌های منتهی به استادیوم قبل از مسابقه. خود مسابقه هم دیوانه وار بود. جشنواره از گل، 4 تا در نیمه اول و 4 گل برای نیمه دوم. سهم قهرمان بیشتر بود. نتیجه نهایی لیورپول 5-3. در حالی که هنوز بازی تمام نشده بود، آتش بازی ها شروع شد و بعد اهدای جام در سال کرونا. لیورپول حالا بار دیگر شاه فوتبال انگلیس است
و در رسیدن به این قله یک نفر مهمترین نقش را بازی کرد. یورگن کلوپ، مربی خندان آلمانی. شب قشنگی بود و خیلی خوب شد که تونستیم خانواده ها رو در استادیوم داشته باشیم. برای مسابقه نه، ولی برای اهدای جام اونا اجازه پیدا کردن که بیان تو. البته به خاطر نور شدید نمیتونستم ببینمشون، ولی خیلی خوب که عزیزانم رو در کنارم داشتم. بازیکن و کادر فنی هم گروه دیگه عزیزانم هستن، ولی خانواده‌ام هم خیلی مهمه. برای عاشقان لیورپول این فصل هرگز فراموش نخواهد شد. غول خفته فوتبال انگلیس حالا به معنی واقعی بیدار شده. آیا سلطه لیورپول در قرن 21 مثل آن چیزی است که از گذشته این تیم سراغ داریم؟ اکثر طرفداران لیورپول فعلا دنبال جواب این سوال نیستند. الان هدف لذت بردن از اتفاقی است که برای اولین بار در زندگی آنها افتاده. جشن هایی که تا صبح روز بعد ادامه دارند. پوریا جعفری، BBC. در بسیاری از کشورها ماسک زدن کم کم اجباری می شود. بیشتر ماسک ها در یک اندازه ساخته می شوند و عده ای از کسانی که ماسک می زنند احساس می کنند اندازه ماسک ها مناسب نیست. مثلا کسانی که ریش دارند ممکن است هنگام ماسک زدن دچار مشکل شوند. یک طراح اهل برمنگام انگلستان با دیدن سختی های پدر شوهرش هنگام ماسک زدن به فکر چاره افتاد. پری آرای گزارش می دهد. تلفن، کلید، کیف پول و حالا ماسکتان را هم باید زمان بیرون رفتن با خود ببرید. بسیاری از سیک ها مثل دارشن عمامه و ریش بلند دارند که این ماسک زدن را سخت تر می کند. اما خوشبختانه عروسش طراح است. برای مردایی که دستار دارن سخته که بند ماسک رو دور گوششون بندازن. اگه ریشتون بلند باشه ماسک فقط قسمت کمی از صورتتون رو می پوشونه. ماسک زدن برام سخت بود. از طرف کارم به هم یه ماسک داده بودن که مجبور بودم بنداشو به دستارم ببندم. ازم پرسید میتونم کاری بکنم یا نه. بهش گفتم مطمئنم که میشه یه کاری کرد و بعد شروع به خلاقیت کردم. سانی ماسک جدیدی طراحی کرد که بندهای بلندی داشت. بندها به بالای دستار میافتاد و میتوانست ریش را در خودش جا بدهد. بعضی از آسیایی تبارها و آفریقایی تبارها از کرونا آسیب شدیدی دیدند. به خاطر همین طراحی ماسکی که بتواند از آنها محافظت کند بسیار مهم است. این یکی برام خوبه. فکر میکنم اگه ما از خودمون مراقبت کنیم این یعنی از دیگران هم مراقبت میکنیم. من به همه نصیحت میکنم که همیشه ماسک بزنن. اما تنها سیک ها نیستن که ریش دارن. مسلمانان سنی از سراسر جهان سفارش تهیه این ماسک را دادند. از سنگاپور، مالزی، استرالیا و کانادا به هم سفارش دادن. میتوان گفت امسال برای رفتن به میهمانی هم به ماسک بسیار بیشتر از پاپیون نیاز است. پریا رای، BBC نیوز. مرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.